و بخشش را در اون عالمی که بعداً به وجود میاد. این یه مفهوم انسان شناسانه است، یعنی انسان زندگیش درخشتن یه بخش موقتی که با مرگ پایان پیدا میکنه و یه بخش ابدی که با مرگ شروع میشه. این هم باز یک واقعیت عینی است. به این دو معنا نمیشه گفت دنیا مذموم است، چیز بلی است، باید اونا دشمن داشت. بخشی از هستی است، مخلوق خداست، بخشی از زندگی انسان است. بدی نداره، دشمنی نداره. یه مفهوم دیگری برای آخرت هست، مفهوم ارزشی و اخلاقی است. یعنی دلبستن به لذایز زندگی که در این بخش گذرا حاصل میشه. در واقع اینجا دنیا به معنای حب دنیاست یا تعلق به دنیا یا ارادت دنیا. طبق تعبیرات قرآن کریم، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. اون چرا در علمای اخلاق، در روایات، در مذمت دنیا ذکر شده به این مفهوم سومه، یعنی دلبستگی به لذت‌های مادی و زودگذر که در این بخش زندگی انسان پیدا میشه. و به عبارت دیگه اصالت دادن به زندگی. یعنی این سه معنا باید تفاوت گذاشت تا احکامش با هم قاطی نشیم. حالا صحبت میشه که این که ما در منابع دینی صحبت از آخرت و دنیا و اینا میشه، اصلا جایگاه آخرت در نظام فکری و نظام ارزشی اسلام کجاست؟ در آیات و روایات وقتی گفته میشه کدوم معناش ما اراده میشه؟ از کجا بفهمیم کدوم معنا اراده هست؟ وقتی میفرمان مثلا ولا تغرنکم الحیات الدنیا، زندگی دنیا شما را فریب ندهد، یعنی چی؟ فریبش یعنی چی؟ اونجا فرمود دار صدق لمن صدقها، غرورش فریب دادنش چیه؟ این جای بحث داره که اصولا در فرهنگ اسلامی آخرت چه جایگاهی داره. وقتی میگیم آخرت در فرهنگ اسلامی چه معنایی داره، باید بگیم در نظام باورهای ما کجا جای باور داشتن به آخرت به همون معنایی که قرآن میگه، اون جاش کجاست. بعد در نظام ارزشی ما، اونجا که خوب و بدها و باید و نبایدها مطرح میشه، آخرت چه جایگاهی داره؟ میگن کسانی دنیا طلب هستند، بعضیا آخرت طلب هستند. این دنیا به چه معنایی است؟ طلب دنیا، طلب آخرت، مذموم است یا ممنوعه، خوبه یا بده؟ این جایگاهش کجاست در نظام ارزشی اسلام؟ ما در باب اعتقادات، همونی که تو مکتب خونه ها بچه ها یاد میدن، اصول دین سه تاست یا اصول دین و مذهب پنج تاست. یکیش معاد روز قیامت. معاد روز قیامت یعنی چی؟ یعنی انسان بعد این دنیا زنده میشه و به پاداش و کیفر اعمالش میرسه. این جایگاهیست در نظام باورهای ما. اصول دین یعنی سلسله عقاید، چیزی که ما باید بهش معتقد باشیم، ایمان داشته باشیم. اگه به این اصول سگانه کسی یکیش معتقد نبود، منکر ضروریات هست، از دین خارج. اگه به اون دوتاش معتقد نبود، از شیعه خارجه. مجموع اینها میشه یک کسی که اعتقادات پنجگانه را داره میشه یک مؤمن شیعی. پس جایگاه آخرت در نظام عقیدتی ما همین است که انسان بعد از مرگ زنده میشه و به نتایج اعمالش میرسه. این در نظام اعتقادی ما.
آیا این ربطی به نظام ارزشی ما دارد؟ جواب ما مثبتی. اعتقادات ما در نظام ارزشی و رفتاری ما آثار بسیار تعیین کننده ای داریم. اعتقاد به خدای یگانه از یک سو و اعتقاد به قیامت از سوی دیگه نقش بسیار مهمی در نظام ارزشی ما داره. اگر آدم معتقد به قیامت نباشه رفتارش خیلی فرق میکنه با آدمی که معتقد به قیامت هن. چطور؟ کسی که معتقد به قیامت یه کارایی که من میکنم حساب کتاب داره، یه روز باید جوابشو بدن، انگیزه داره در اینکه کار خوب انجام بده، کار بد انجام نده، به حقوق مردم تجاوز نکنه، حق خدا را قبل از هر حقی بشناسه و رعایت کنه. اما اگه آدم اعتقاد به آخرت نداشته باشه، حالا هر چه هست، خدا هست یا نیست، بوده یا نبوده، ما چه کار داریم؟ بلکه کسی که به اعمال ما رسیدگی نخواهد کرد، هر چه هست نیست، من همین دنیا هست. اگه کتکی هم باشه، پلیس ما را میبره زندان میکنه و کتک میزنه، مثلا مجازات میکنه، میگه بعدش خبر نیست. اعتقاد به آخرت مهمترین تأثیر را در رفتار و نظام ارزشی انسان داره. قرآن هم به این مسئله اشاره داره. پس باورهای ما در نظام ارزشی و رفتاری ما فوق العاده است، به خصوص اعتقاد به آخرت. و همین معنا کاری که اینجا کردیم مزدش را اونجا میگیریم، اونجا جای کار کردن دیگه نیست. الیوم عملون ولا حساب و غدن حسابون ولا عمل. اینجا کار است، اونجا مزدگیریه. این اعتقاد به معاد، اون جایگاهش در اعتقادات، تأثیرش در ارزش های ما. اما در ارزشگاه گذاری وقتی میگیم یک کاری چه ارزشی داره، باید اینم حساب کنیم که چه آثاری در زندگی ابدی ما خواهد داشت. فقط نگیم این کار رو که ارزش میبینیم چقدر لذت میبرن. آخه یکی از مبانی فلسفه اخلاق در بین بعضی از فلاسفه این است که ملاک ارزش ها لذته. اگه فقط این لذت دنیا باشه، این در واقع انکار نظام ارزشی است، اخلاقی نمیمونه، هر کس چه خوشش میاد اونجا. اما در نظام اسلامی، این نظام ارزشی ما مبتنی بر اون نظام عقیدتی است. یعنی وقتی میخوایم بگیم این عمل چقدر خوبه یا بد، نه تنها آثار دنیاویشو باید حساب کنیم، باید بگیم چه تأثیری در زندگی ابدی ما دارند. اون وقت میتونیم بگیم خوبه یا بد، یا چقدر خوبه یا خوبتره یا بدتره. اگه اونو حساب نکنیم، قضاوت‌های ارزشی ما غلطه، مبنای عقلانی نداره. ما وقتی میتونیم دقیقاً درباره یک رفتاری قضاوت ارزشی داشته باشیم که تأثیرش را در زندگی ابدیمون بشناسیم و حساب کنیم، وقت بگیم این کار چقدر ارزش داره. خوب و بدهایی که در دین مطرح میشه با این محاسبات، خدا وقتی میگه این کار را بکن یا نکن، اون آثارش هم را در نظر میگیره. وقتی ما خوب و بد راجع به ارزش ها میگیم، باید همه آثارش را تاز ابد حساب کنیم، و چون نمیدونیم، نمیتونیم حساب کنیم، احتیاج به دین داریم. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. خب پس از یک طرف ما باید اعتقاد داشته باشیم به اون عالم هست، از یک طرف باید ببینیم اون در رفتار ما و نظام ارزشی ما چه اثری میذاره. حالا آیات قرآن رو ملاحظه بفرمایید. همین آیه های اول سوره بقره، و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر، اما به ما هم به مؤمنین دروغ میگن، میگن اعتقاد داریم اما دروغ، اما یخادعون الله، میخوان سر خدا کلا بگذارن،
در صورتی که کلا سر خودشون دارن میگذرن و ما یشعرون. به هر حال این اعتقاد جزمی به این که آخرتی هست و اعمال ما رسیدگی میشه، این یکی از اصلی ترین اعتقادات. اگر اینا ایمان آوردن مؤمنن، اما اگه شک داشته باشن در این یا انکار کنن، این در واقع کافرن. اگه اظهار ایمان کنن منافقن. اینا همه میدونیم. اما این اعتقاد چند در اصل تر عمل ما اثر داریم. اینجا که میرسه قرآن یه تعبیر دیگری به کار میبریم. مثلا در باره سنت پیغمبر که میفرمد لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، نمیگه لمن یؤمن بالله من یؤمن آخر، میگه اونایی که تأثیر میکنند به پیغمبر که امید این دارن که در پیشگاه الهی حاضر بشن و امید روز قیامتی دارن. امید وقتی که این اعتقاد زنده باشه، در ذهن آدم حضور داشته باشه، منشأ اثر بشه. اگه کسانی امید این دارن که در پیشگاه الهی حاضر بشن و در روز آخر پاداش اعمالشون رو ببینن، باید به پیغمبر اکرم تأثیر کنن. برحال پس وقتی ما اعتقاد داشتیم، این اعتقاد زنده باشه، فراموش نشه، در اعماق قلب ما و زیر پرده های زیادی پوشیده نمونده باشه، زنده باشه، تلاوت داشته باشه. این میتونه در عمل ما خیلی اثر داشته. هر قدر این اعتقاد زنده تر باشه، حضورش در ذهن ما بیشتر باشه، در عمل ما بیشتر میتونه اثر. بالاترین ضمانت اجرایی برای عمل به دستورات شرع و عمل به قوانینی که به معتبر هست، همین اعتقادی است که آدم داره که این امران رسیدگی خواهد شد، حساب کتاب داره. کمان که فراموش کردنش اونجا نمیفرماید لهم عذاب شدید به ما کفروا به یوم الحساب، فرماید به ما نسو یوم الحساب، روز قیامت ها فراموش کرده. فراموشی باعث این شد که به گناه آلوده بشن. شاید اگه ازشون هم میپرسیدی میگفتن بله هست قبول داریم، اما کنهو نیست، حضوری نداره در زندگی اونا، یادشون نیست. اون وقتی اثر میکنه که آدم در ذهنش حضور بشه، یادش بشه، ذکر داشته بشه. این که قرآن میگه یکی از اسماء قرآن ذکر است، یا هی میفرماید آیا کسی هست که تذکر پیدا کند از این ذکرها پند بگیرد. برای اینکه قرآن اینا که بیان میکنه برای اینکه در عمل ما اثر بگذاره، یادمون باشه. اون اعتقادی که منشأ اثر در زندگی ما میشه، اون رو باید بهش اهمیت داد. یکی اعتقاد به خداست، یکی اعتقاد به قیامت. اینه که میگه آمنا بالله و بالیوم الاخر، این دوتا همیشه و زنده باشه. البته وقتی اعتقاد به قیامت پیدا شده، آدم باید کار خوب بکنه، و سوال میشه که از کجا خوب و بد رو بشناسیم، و مثلا نبوت مطرح میشه، پیغمبران باید بیان بگن که چه کار بکنیم که خدا راضی باشه و به آخرت خوب برسیم. اون واسطه ایست بین الله و یوم الاخر. حالا وقتی ما میگیم آخرت طلبی، دنیا طلبی، این اون آخرتی که یا عالمیست برای از واقع بشه، این اون نیست. اینجا وقتی صحبت از خوب و بدی میشه، مذمت میشه، چیزیست که در رفتار ما داره اثر میذاره. اونی که در رفتار من و شما اثر میذاره، حساب کنیم چیه؟ آدم یه روز خودش رو تماشا کنه. صبح از خواب پاشم میرم مثلا سر میز صبحانه، این برای چی میرم؟ چطور میشه که میرم؟ ما اونی که طبیعتا آدم رو میکشونه پای سفره صبحانه، گرسنگی نیست دیگه، احساس گرسنگی است. گرسنگی مال این عالمه یا مال عالم آخرته؟
به هر حال انگیزه ما و اینا یه احساس گرسنگی است، احساس لذتی است که از خوردن غذا پیدا میشه، غیر از اینه. و اینا حالا شما ادامه بدید، تماشا کنید خودتون ها، کاراتون ها تا شب که میخوابید، این انگیزه شما برای این کارا چیه؟ اینه که در نظام ارزشی ما اثر داریم. میتواند انگیزه ما در تمام این حرکات و سکنات لذت ها و رنج های دنیا بشه. چرا یک کاری رو میکنم؟ یا برای اینکه ازش لذت ببرم یا از رنجی فرار کنم. اینا همه حساب میکنیم تو اعمال ما، اینا اثر میزه. اینا یعنی دنیا طلبی. اما میشه همه این کارها را، حتی یک چشم به هم زدنش را، طوری انجام دم که انگیزه ما نتیجه اخروی شه. اینجا نگاه میکنم، نگاه به پدر و مادر از روی احسان سوار داره، از روی اخروی داره. همون حرکات چشم باز کردن، گوش دادن، حرکت نشستن و برخواستن، خوردن و خوابیدن، تفاوتش چیه؟ انگیزه هاست. محرک من در این کار چیه؟ اون محرک از یک نگرش سرچشمه میگیره. اون نگرش این است که هر چی هست و نیست همین لذت هاست یا یه چیز دیگری هم هست، روی اونم باید حساب کرد. ظاهر قضیه هیچ فرقی نمیکنه، این راه میرن اونم راه میره، این میخوره اونم میخوره، این میخوابه اون زن میگیره اونم زن میگیره، این بچه دار میشه اونم بچه دار. اما تفاوت ارزش این دو تا رفتار بین زمین تا آسمان است، همون فاصله ای که نمیدونیم چقدره. بین این دو تا مراحلی است از نظر شماره نامحدود. بعضی ها به این قطب نزدیکترن، بعضی ها به اون قطب. اکثر ناس خلطوا و عملا صالحا و آخر سیئا، گاهی این گاهی اون، حالا کدومش غالب باشه، کدومش ضرره قطعی به اون دیگری بزنه یا نه فقط همین وقتشو بگیره. اینجاست که پای ارزش مطرح میشه و خوب و بد. اونایی که به کلی فراموش کنند آخرتی هست یا منکر باشن، تمام توجهشون ببینه که اینجا چی گیره ما میاد از این اعمال. حتی وقتی انقلاب میکنیم اون نتیجه چی میشه؟ مردم راحت میشه. خب بالاخره خب مردم دنیا راحت میشه یا مردم آخرت؟ مردم دنیا راحت میشن دیگه. بالاترین ارزشی که منهای آخرت برای آدم ایجاد مطرح میشه اینه که احسا کردن گفتن حس عدالت. قرآن میگه لیقوم الناس بالقسط، اما این نهایی است یا نه؟ این هم وسیله است. در ارزش‌های اخلاقی نظام‌های دنیاوی آخرش نتایجی است که همینجا مطرح می‌شه. ذالک مبلغ من العلم بل دارک علمهم فی الاخره. اینقدر علم و علم میگند و علم ثابت کردن، همه اینا آخرش به همینجا تمام میشه. به بعد از مرگ که میرسد تر میکشه. بل دارک علمهم فی الاخره. همه صحبت ها این که یرید الدنیا و یرید الاخره اینجاست، در نیت من و شماست، در انگیزه من و شماست، در نگرش ما به زندگی و دنیا آخرت و ارزش گذاری بین اوناست. البته این وقتی مطرح میشه که اون عقیده باشد. اگه اون عقیده نبود جایی این نداره که بگم این بهتره یا اون، این تأثیرش بیشتره در آخرت چیه؟ کسی که منکر آخرت هست دیگه تأثیری در آخرت براش معنی نداره. پس باید اول اعتقادش ثابت بشه. البته قبل از اعتقادش فکرش باید ثابت بشه.
ذهن باید بپذیرد، استدلال باید قائم بشه برای اینکه این هست. بالاخره اول آدم باید بدونه، بعد ایمان بیاره، باور کنه، بعد این باورش رو در رفتارش اثر بده، اون وقت میشه آخرت خواه. منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. و من اراد الاخرت و سعا لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکور. اگه مذمت میشه از دنیا خواهی، چرا؟ برای اینکه سعادت آخرت دیگه برای این نخواهد بود، کاری نکرده برای آخرت. فرض اینه که اون چه در آخرت عائد انسان میشه نتیجه اعمالش که در دنیا انجام داده، و عملی برای آخرت انجام نداده، هرچی کرده بود برای نتایج دنیوی بود. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها. روز قیامت بهشون گفته میشه که بهرمند شدید، لذتاش بودید، کیفاشو کردید، یا تماشا کردید، یا بازیشو کردید، یا خودتون عملش انجام دادید، یا هرچی بالاخره چیز کاری کردید برای این سود دنیاویش، نتایج دنیاوی نتیجهشون بردید دیگه، زحمت کشیدید تا رئیس بشید، خب شدید دیگه. البته اینجا رو خدا فرموده اونایی که برای دنیا کار میکنن به همه خواسته هاشون نمیرسن. نا من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. خب شما همه میبینیم این دنیا طلب ها همه چیز عالم رو میخوان، بهترین کاخ ها رو، بهترین ریاست ها رو، بهترین شادی بهش میرسن؟ باید میرسن که این قبط جنگ و دعوار رو بود، چون تزاهم هست همه که بهش نمیرسن. عجلنا له فیها ما نشا لمن نرید، هرچی ما مصلحت بدونیم و نظام عالم اقتضا بکنه اجازه میدیم که یه مقداری بهرمند بشن. این مال دنیا طلبا. آخرت طلبا چی؟ و من اراد الاخره و سآلها و سعیها و هو مؤمن. اون نمیگه چی بهشون میدیم، تعبیری میکنه که فوق مزد و نتیجه کار این حرف هاست. میگه ازشون تشکر میکنیم. خیلی این تعبیر معنا داره. خدا از بنده در مقابل عملی که خودش توفیقی بشه بهش دادی، خودش انگیزه شو درش ایجاد کرده، راهش خودش بهش نشون داده، اسبابش خودش فراهم کرده، پیغمبر و امام فرستاده تا او را راهنمایی کنند به اون راه، حالا این کار انجام داده ازش تشکر هم میکنه. فاولائی که کان سعیهم مشکورا. بحث بعدی در این میشه که این مسائل اهمیت دادن به آخرت و این حرفا یه مسائل شخصی فقط، و ما باید با ذکر و ورد و اینا به یاد خودمون بیاریم، یا این جنبه اجتماعی هم دارد. ما غیر از این که خودمون به فکر آخرت میفتیم، باید دیگران را هم به فکر آخرت بیندازیم. آیا دولت هم وظیفه ای دارد که برای آخرت مردم فکر کند یا نه؟ آیا واقعا این نظام ارزشی که اسلام داره که میاد فکر آخرت باید باشید، یه حدش واجب است که اگر نباشید باعث خسارتتون میشه، یه حدش هم فضایلی است به صورت مراتب مختلفی، هرچی آدم بیشتر یاد آخرت باشه ثوابش بیشتره، کاراش بهتر خواهد بود، گناهش کمتر خواهد بود، و یه حدش هم هست که دیگه نمیشه ازش گذشت، انکارش مساوی است با انکار دین، فراموش کردنش هم انسان را یواش یواش ملحق میگیره به کفار.
اونچنان رابطه بین اعتقاد به آخرت و اعتقادات دیگه و رفتار آدم مؤثر هست که آدم قرآن رو دقت بکنه تعجب میکنه. قرآن میگه بعضی مردم هستن که وقتی اسم خدا تنهایی برده میشه ناراحت میشن، اشمئزاز پیدا میکنن. تعبیر قرآنی است. چی میدونید کیان اینا؟ و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخره. اونایی که از بحث توحید و خداشناسی و خداپرستی ناراحت میشن که اعتقاد به آخرت ندارن، نه تنها استقبال نمی کنن از این بحث ها، اشمئزاز پیدا میکنن. علت این که اشمئزاز پیدا میکنن از بحث درباره خدا و خداشناسی و توحید، علتش اینه که ایمان به آخرت ندارن. عجیب. یعنی انکار آخرت یا ضعف ایمان به آخرت باعث میشه که توحید هم ضعیف بشه. یه بار دیگه این آیه را روش تأمل کنید، بخونید، مطالعه کنید، تفسیرش رو ببینید. و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخره. عجب بیکاره هایی هستن که در برای آخرت فکر میکنن. عدم اهتمام به آخرت توحید هم را ازشو میگیری، نه تنها زندگی دنیاشون خراب میکنه، سعادت آخرت را ازشون سلب میکنه، به عذاب شدید مبتلا میشن، به خزی و رسوایی دنیا مبتلا میشن، علاوه بر اینا توحیدشون هم از بین میره، اصلا از یاد خدا کردن ناراحت میشن، اشمئزاز پیدا میکنن، چندششون میگیری. این نقش جایگاه اعتقاد به آخرت در نظام عقیدتی و نظام ارزشی اسلامه. حالا تا ببینیم که آیا این تنها یک مسئله شخصی و فردی است یا یک وظیفه هم برای مسئولین اجتماع ایجاد میکنه. حالا که دولت اسلامی داریم، نظام اسلامی داریم، که قانون اساسی داریم، برای دولت وظایفی تعیین کرده، آیا این وظایف مربوط به مسائل آخرتی هم می شود یا نه؟ و صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد و